خب شهر تسالونیکی شمال شرق یونان، روبروی کمپ دیاوادا هستیم و پناهجویان که نتونستن از در اصلی خارج بشن و درگیر شدن با پلیس، سعی کردن از در پشتی کمپ خارج بشن که اونجا هم با نیروهای پلیس مواجه شدن و همونطور که میبینید دارن برمیگردن عقب. خیلی از خانواده ها و افرادی که در این کاروان هستن میبینید که این عقبتر ایستادن، یه سری دیگه جلو هستن و میخوان ببینن که اگر که بتونن اون گروهی که پیش قدم میشن پلیس ها رو رد بکنن، بعدش اونها به جمعیت بپیوندن. اینجا خیلی خانواده ها خب عقبتر میستن، همینجور که میبینید کالسکه های بیشماری اینجا هست، کودکان تعدادشون زیاده، زنان باردار هم، من چند تا زن باردار اینجا دیدم، البته داخل کمپ هم هستن، ولی در این کاروان امید هم هستن زنانی که باردارن اما به خاطر شرایط سخت پناهجویی در کشور یونان تصمیم دارن که حرکتی مثل حرکت سال 2015 انجام بدن تا بلکه کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش اونها بشن. در انتهای تصویر اینجا که پناهجو درگیر شده بودن با نیروهای پلیس، آتش روشن کرده بودن که ماشین آتش نشانی مشغول در واقع خاموش کردن آتش هست. جمعیت زیادیه ولی خب تمام راه‌ها به شهر تسالونیکی با مشکل روبرو شده، یعنی خیلی ویدیوها هست که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به کاروان اوبین داره منتشر میشه، زنان و مردانی که میخوان از شهر مختلف خصوصا آتن به سمت تسالونیکی بیان ولی قطارها کنسل میشن. دیشب خیلی ها طبق گفتشون در ویدیوهایی که منتشر شده روی نیمکت ها و صندلی های ترمینال ها خوابیدن تا امروز دوباره شانسشون رو امتحان کنن. میگفتن که از مسئولان ترمینال که پرسیده بودن گفته بودن که فعلا هیچ قطاری به تسالونیکی نخواهد رفت، حالا باید منتظر ماند و دید که چه خواهد گذشت. در شمال شرق یونان، نزدیکترین شهر به مرز مقدونیه، که پناهجویان تحت عنوان کاروان امید تصمیم دارن از کشور یونان خارج بشن و به سمت مقصدهای خودشون برن. هیچ نهاد حقوق بشری این حرکت رو حمایت نکرده و هیچ مقام مسئولی هم تا به حال هیچ موضعی نگرفته. تنها بیاناتی که وجود داره هشدارهایی که این سازمان حقوق بشری و دولت ها عنوان کردن که هیچ مرزی باز نخواهد شد. شهر تسالونیکی هستیم و پناهجویانی که دوباره دارن برمیگردن تا احتمالاً چادرهای خودشون رو برپا کنن و ساعات دیگه دوباره بخوان شانس خودشون رو امتحان کنن. بازم برمیگردیم بهتون، فعلا ببینیم چه اتفاقی داره میفته.